میشم. گفتم نگران نباش، میارمش. قول میدم که مامانتو پیدا میکنم پسرم، اصلا نترسی. باشه، تو به بابات اعتماد کن، مامانت میاد. زود باش برو پیش عمت. ببین این آقا کوچولو رو ببر، با هم بازی کنین. نه بابا، این کوچیک نیست، واسه خودش مردیه، بزرگ شده. الان من و مرت میریم پیش نازلی، بعدش با هم فوتبال بازی میکنیم، باشه؟ من نمیخوام بازی کنم، من مامانمو میخوام. عزیز عمه، بابا چی گفت؟ بابات میارتش. زود باش دیگه، ما میریم بازی میکنیم و با هم دیگه مخ دختره رو میزنیم، باشه؟ دوست قدیمی، خودتو زودتر برسون، خانومات منتظرتن. آره اجلال کوزان ممکنه دزدیده باشن، شوهرش هم همینجاست. جاهد زود باش سویچ ماشینو بده، زود باش. چی شده یگیت؟ چیزی نپرس، سویچ ماشینو بده. حواست باشه این موضوع تنها نذاری، باشه؟ یگیت کجا میری؟ سعی نکن دنبالم بیای. یگیت، تو حتی به پلیس هم زنگ نزدی، چی کار میکنی؟ پلیس همه چیزو میدونه. من نفهمیدم منظور چیه یگیت؟ بهتره تو دخالت نکنی. یگیت کجا میری؟ حداقل بگو کجا میری؟ یگیت کجا میری؟ یگیت کوزان، میدونم که رفتی خونه، بهت گفتم که این کارو نکن. خیلی متاثر شدم، کاش اینطوری که منو تعقیب میکنی دشمنت هم همینقدر با دقت تعقیب میکردی. چیزی نمونده جاشونو تثبیت کنیم، سیگنالا خیلی ضعیفن، ولی به زودی معلوم میشه. نمیخواد زحمت بکشی، من خودم چند دقیقه بعد میرسم اونجا. چند دقیقه؟ فقط 5 دقیقه. گوش کن چی میگم، ما فقط 5 دقیقه از تو فاصله داریم، بدون هماهنگی ما کاری نکن. دیگه چی؟ یگیت، ما شوخی نمیکنیم. فاصله من و تیمت مهم نیست، 5 دقیقه که هیچ، 5 ثانیه هم نمیتونم وقتمو هدر بدم. میرم اونجا با کاری که باید بکنم و میکنم. عملیات تو اصلا برام اهمیتی نداره، فهمیدی؟ تا وقتی که گوشیت پیشته تعقیبت میکنیم، سعی میکنیم این 5 دقیقه فاصله رو حفظ بکنیم، کار اشتباهی انجام ندی. نکنی میخوای با رفتن به اونجا قهرمان بازی در بیاری ها؟ تو نگران من نباش، من خودم میدونم واسه چی دارم میرم اونجا. چه تیم پذیرایی با کلاسی، خوشم اومد. معلومه رئیستون خیلی هواتونو داره. چیزی همرام نیست، انقدر نترس. ببین یکی از اونا مال رئیستونه، بعدن دعواتون نکنه.
آقا متاسفانه گمش کردیم، سیگنال نداریم. رادیو به گوشیش وصل کرده بودم، گوشیشو دور انداخته، نمیتونیم ردشو پیدا بکنیم. اوف، یعنی الان ساعت چنده؟ از ساعتم خبر نداریم. فکر میکنم سالها گذشته. دارن میان. ایگیت، یعنی ایگیتم باهاشونه؟ خب خانوما، شما بفرمایید. چی؟ نفهمیدم، دوباره میخواین ما رو کجا ببرین ها؟ ایگیت، ایگیت کجاست؟ شیش نفرن، همشون هم مسلحن. مطمئنم ایگیتو میارن، یعنی قراره چه اتفاقی بیفته. ببین، ما به یه وسیله تبدیل شدیم که از ما سوء استفاده میکنه. باشه، یکم آروم باش. ایگیت نباید ببینه که ما ترسیدیم. به خاطر نجاتمون میاد، نجاتمون میده. مطمئنم به زودی ما رو از اینجا بیرون میکنه. آره، بیرون میاره. نور، اجلال، ایگیت، ما اینجایی، ما اینجایی. خدا رو شکر، خدا رو هزار بار شکر که خوبین. حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ چیزیتون که نشده؟ اذیتتون که نکردن؟ خوبی، ما خوبی. باشه، بلم کنین، آروم باشین، نترسین. شما را از اینجا آزاد میکنم، نترسین، آروم باشین. باشه. یار قدیمی، چرا انقدر عجله داری؟ تو که تازه اومدی. کجایی؟ رضوان، تو منو میخواستی، منم که اینجا. حالا چی شده؟ چرا اینطوری دارن نگامون میکنن؟ اسم بازیمون اینه، کدوم یکی زنده میمونه. ببینم، خوشت اومد؟ بازی طوریه که تو طرف خانومی که میخوای زنده بمونه یه قدم به سمتش میذاری. نه رزوان! خانومی که به سمت تو میدوه زنده میمونه، اون یکی میمیره. زود با شکیر انتخاب کن، یگیت کوزان، کدومش بمیره، کدومش زنده بمونه. ببینم که بین دو راهی گیر کردی، بالاخره مجبور میشی یکیشو انتخاب کنی. درست نمیگم؟ خیلی بده، این واقعا برای زنده یه مرد نیست. هر جا هستی خودتو نشون بده، تو چشام اینا رو بگو کجایی؟ ببین، مهم نیست من کجام، مهم تویی. ببینم کجایی، قلبت کجاست، پیش کدومشونه، وجدانت، وجدانت کجاست؟ ایگی ها؟ خودم میکشمت،
قسم میخورم که زندت نمیذارم. یکیشو انتخاب کن، اونم همین الان. وقت نداری، زود باش یکیشو انتخاب کن. یگیت کوزان، کدومش زنده میذاری و کدومشو میکشی؟ آدم کثیف، قسم میخورم از این کارت پشیمون میشی. ببین وقتی این نمایش تموم شد، قسم میخورم به خاطر نکشتنت پیشم التماس میکنی. یگیت کوزان، من الان دوتا زن خوشگلو میبینم که به خاطر زنده موندن دست به دست هم دادن و با نگاه های معصومشون منتظر انتخاب تو هن. باید بگم بعد از چند ثانیه یکی از این خوشگلا میمیره. خواهش میکنم. انتخاب سختیه، واقعا انتخاب سختیه. یه نظر میدم، میخوای کارو براتون از اینی که هست آسون کنم ایگیت؟ نه، این کارو نکن رزوان، این کارو نکن. تو با من مشکل داری، با اونا کاری نداشته باش. این فقط یه پیشنهاده، خوب گوش کن. میگم چطوره به جای تو من یکیشو انتخاب کنم، ها؟ پس فطرت کجاشون شلیک کنم؟ ابروهاشون یا چشماشون؟ لعنت به تو! چه انتخاب سختی، یکیشو دوست داری و اون یکی دیگهش مادر بچته. اگه بخوایم روی ترازو بذاریم، به نظرت کدومشو انتخاب میکنی؟ ها؟ لعنت به تو، این کارو نکن! خب من کدوم طرف ترازو رو انتخاب کنم یگیت کوزان؟ سنگینشو بزنم یا اینکه سبکشو بزنم؟ نظرتو بگو. یا اینکه خودم یکی رو انتخاب کنم؟ این کارو نکن. عالیه، یعنی اینکه من نه، خودت این کارو میکنی. به نظرم اینجوری عادلانه است. ببین داره کم کم خوشم میاد. دو دقیقه، اونم به خاطر دو زن، فقط و فقط دو دقیقه. یگیت کوزان، انتخابتو بکن. رزوان، این کارو نکن. میتونی تلافی کارتو سر من در بیاری، منو بکشای که تیکه تیکم کن، ولی با اونو کاری نداشته باش. اونا هیچ گناهی ندارن. دوست خوبم، من یه آدم عادل هستم. میدونی بیشتر از چیزی که از من گرفتی ازت نمیگیرم، نه زیاد و نه هم کم. تو از من یکیو گرفتی، منم میخوام از تو یکیو بگیرم، نه زیاد و نه هم کم. من به خانومت هیچ ضرری نرسوندم، خودت این کارو کردی. مسئول خودکشی خانومت من نه، خودتی، خودت این کارو کردی. ببین صبر با امتحان نکن، کاری نکن همینجا جلوی چشات هر دوتاشونو بکشم. تو این کارو نمی کنی. نترس یار قدیمی، نترس، من این کارو نمی کنم، خودت این کارو می کنی. به یکیش زندگی می بخشی، به اون یکی دیگرشم مرگو می دی. این کارو نکن رزوان، نکن. من کاری نمی کنم، فقط تماشا می کنم که اگی چه تصمیمی می گیره. انتخاب دست اونه، ببینم کی رو زنده میذاره و کی رو میکشه. ها؟ نه، نه رزوان، من نمیتونم، من نمیتونم. انتخاب سختیه، نه؟ یکیش مادر بچه‌ت و اون یکیشم زنی که دوستش داری، یعنی عشقته. واقعا انتخاب سختیه. چرا پیداشون نکردین؟ لعنت به این شانسی که ما داریم، گندش بزنن.
دیگه چیزی نمونده. حتی یه ثانیه هم برامون با ارزشه. اگه دیر کنیم ممکنه یکی رو از دست بدیم. آقا سیگنال رو پیدا کردیم. چند دقیقه؟ 3 دقیقه. تحمل کن، تحمل کن، چیزی نمونده. زمان چقدر با ارزش بوده. به یکی مثل طلا، به یکی هم مثل الماس کوه نوره. خدای من، یگیت کوزان یه بار زیبایی خانوماتو ببین. خانوما دست به دست هم منتظر تو هن، به چشمای تو میبینن. نمیتونم، نمیتونم، نه نمیتونم، نمیتونم. منو انتخاب میکنه. آره منو انتخاب میکنه، مجبور انتخاب کنه، من مطمئنم. یگیت کوزان خانوما دیگه نمیتونن بیشتر از این منتظر بمونن. نمیتونم، نمیتونم، نمیتونم این کارو بکنم. منو بکش، منو بکش، خواهش میکنم منو بکش رسوان. پس چرا منتظری زود بود؟ منو بکش، منو بکش، بزن دیگه. من مادر بچه‌شم، مادر مرتم، من مادر بچه‌شم، منو انتخاب میکنه. آره اجلالی میشه اینقدر حرف نزنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا رو ببین، ما یه مهمون دیگه هم داریم. میدونین من از جاهای شلوغ زیاد خوشم نمیاد. نه رزوان، نه رزوان، نه رزوان. زیاد وقت نداری، اگه زودتر یکیشو انتخاب نکنی مطمئن باش هر دوتاش یه جا میزنم. نه. یگیت آخرین دیوار زندگیت ریخت، از بین رفت. وقت تموم شد، نمایش دیگه تموم شد. به فکر مرت باش، خواهش میکنم به مرت فکر کن، خواهش میکنم. یکی چرا همینطوری وایستادی؟ لعنتی، چرا منتظری؟ اون مادر بچته. خدایا چرا؟ آخه چرا من؟ آخه چرا من؟ یا یکیش یا هر دوتاشون یه جایی گید. من دیگه نمیتونم منتظر بمونم. یا یکیش یا هر دوتاشون گید. بابا مامانمو پیدا کن، اونو پیش هم بیار، خواهش میکنم. نور کسیه که عشقم، اون اولین عشق زندگیمه، عزیز دلمه، زندگیمه. نور نفس منه، اون قلب و احساس منه، نور همه چیز منه، اون انگیزه من واسه زندگی، برای من محبت، صبر، رحمت، اون عشق منه. اگه به یه تار موی نور ضرری برسه چی؟
یالا یالا اجلال خفه شو اجلال چاره ای دیگه ای نداری تو چاره ای دیگه ای نداری اون من انتخاب میکنه یعنی مجبوره فهمیدی اجلال خیلی خطرناکه اجلال لعنت به تو باش خیلی خوب شروع کن اه بسته دیگه داری چی کار میکنی؟ چرا انقدر داری طرف خودت میکشی؟ دستمو بریدی؟ ای بابا انگار من اینو میخوام اینو باش من اینجا هم نتونستم از شر تو راحت بشم خدا لعنتت کنه اشکالی نداره ولی من حتما از شر تو راحت وقتی اینجا مغزت متلاشی شد از دست من راحت میشی ببین چی میگم تو همینجا جلوی چشمای من میمیری ای بسته دیگه اگه اونا تو رو نکشن من حتما میکشم بیشتر از این دیگه نمیتونی زور بگی ببین خانومات بیشتر از من عجله دارن بزن باشه تو کی هستی؟ از اولین روزی که اومدی شوهرم رو ازم گرفتی میکشمه من زنده نمیذارم روانی حالا میبینی بهت نشون میدم اجلو بسته دیگه خستم کردی خستم کردی جاهد یه بار دیگه به ایگیت زنگ بزن. الماس چند بار بهش زنگ زدم. دیگه چی کار کنم؟ اگه برای سر دخترم بیار چی کار کنم؟ اگه اتفاقی برای اجلال بیفته به خدا منم میمیرم. آیتن خانم، بفرمایین داروهاتونو بخورید. تا دخترم نیاد من هیچی نمیخورم، فهمیدی؟ خب باشه. آروم باش. بیا اینجا بشین. یه چند دقیقه آروم باش. بیا بشین. من چطور آروم باشم؟ آی نه دیگه من نمیتونم تحمل کنم ای بابا خیر باشه الماس خانم این زن به خاطر دخترش گریه میکنه نکنه عصبانیت کرده اصلا میفهمی چی میگی؟ تو مگه حال و روز منو نمیبینی کوری؟ تو رو خدا بسته دیگه در ضمن هر بلایی که سرمون اومده همش به خاطر اون دختر دایی عوضیته هیچی نمیگم پرو شدی یا میفهمی داری چی میگی؟ همینطوریشم ناراحتم کاری نکن عصبانیتم رو تو خالی کنم جاهد دهن اینو ببن زود باش این دختر یوازی رو از جلو چشم ببر وگرنه میدونم باهاش چی کار کنم آیتن خانم چون الان ناراحتی و به خاطر دخترت داری گریه میکنی به هیچ چیزی نمیگم وگرنه منم بلدم چجوری جوابتو بدم الماس بس دیگه هر دو تاتون بس کنین حداقل همین امروز آروم باشین خواهش میکنم بی انصافا خدا لعنتتون کنه بچه ها بیاین به بازیمون ادامه بدین همینقدر بود؟ تا وقتی مامانم نیومده من بازی نمی کنم اگه مرت بازی نکنه منم بازی نمی کنم ببین نازلی چی میگه؟ ببین اگه تو بازی نکنی اونم بازی نمی کنه یالا دیگه من بدون مامانم بازی نمی کنم این کارم زشتم نیست اوف
فکر کنم حرف زدن بیفایده است. منم اصلا خوب نیستم. همش به فکر نورم. کم مونده سرم منفجر بشه به خدا. ببین منو، بچه ها رو آوردیم اینجا که آروم باشن، اما الان نمیتونم تو رو آروم کنم. آروم باش دیگه. حق با توه. یالا دیگه بچه، باید بریم سمت پارک. نمیخوام واسم بهونه بیارینا. ببین اگه بری با بچه ها بازی کنی وقت زودتر میگذره، تو اون موقع مامان جونت هم میاد دنبالت. یالا دیگه باید بریم پارک. آره یالا دیگه، پاشین دیگه بچه ها. یالا مرد، یالا. اوف اوف، بریم سمت پارک. ببینم اتفاقی که برات نیفتاده حالا چطوره؟ ببینم خوبی؟ گردنت چی شده؟ چیزی نشده، الان خوب شده، دیگه درد نمی کنه. نور، گذشت عزیزم. واقعا ترسیدم، خیلی ترسیدم. گذشت عشقم، نگران نباش، نترس. فکر کردم ممکنه دیگه نبینمت. نگران نباش عزیزم، همه چی گذشت. نترس، من پیشتم. ببینم رضوانو کجا برده. فعلا نمیتونیم بهتون اطلاعات بدیم. اول باید این خانوما رو برسونیم بیمارستان، بعد از اون اظهاراتتون رو میگیریم. من زود برمیگردم. خیلی متاسفم، منو انتخاب میکرد. میدونی اون منو انتخاب میکرد. بفرمایین بریم. بفرمایین. اون کجاست؟ ببینم اون کجا؟ باشین. آزار دهنده است ها؟ وقتی به این دیوار نگاه بکنی میفهمی که ماها داشته شما رو تعقیب میکردیم. اون کجاست؟ ها؟ میخوام ببینمش. هر طور شده میخوام باش روبرو بشم. امکان نداره، حداقل برای فعلا. از پیشتون فرار کرده. لعنتی داری بازم میگی فرار کرده؟ اجازه دادین فرار کنه؟ بازم موفق نشدین؟ من موندم چجوری فرار کرده؟ دارین به همین راحتی میگین فرار کرده؟ آخه شما به چه دردی میخوری؟ یگیت، خیلی متاسفم، جدی میگم، واقعا متاسفم. من متاسف نیستم، خیلی هم عصبانیم. اون حتما میاد. کسی که این دیوار رو درست کرده تا کارشو تموم نکنه جایی نمیره. برمیگرده. من اونو از این کارش پشیمون میکنم تا حقم ازش نگیرم. همینطور حق اجلال و نور ازش نگیرم. حساب عشقایی که اون دوتا ریختن رو نگیرم این مسئله تموم نمیشه. من راحتش نمیذارم. این کارو میکنم. دلم نمیخواد قیافشو ببینم، اما باور کن عشقی که نسبت به تو داره خیلی تابلوه. اینقدر بیگید پیله نکن و به اون بیچاره هم یه فرصت بدی. ساکت شو. ولی حقشه، باید یه بار حالشو بپرسیم. میدونی که اون زندگیشو با خودت چی فکر کردی ها؟ نکنه فکر کردی از اینکه از مجبوری دو روز توی اتاق بودیم با هم دوستای جونجونی شدیم؟ چطور؟ با کدوم جرأت میگی که به فرهاد یه فرصت بدم که بعدش تو و ایگیت برین جلو چشمام دست به دست هم بدین؟ آره همینو میخوای؟
خدا رو شکر که خوبی. منم خوبم، فقط یه زخم سطحی برداشتم، چیز مهمی نیست. یعنی تو فکر میکنی با این کار تبدیل به یه قهرمان شدی؟ ها؟ میفهمی چی کار کردی؟ با این کارت فقط توجه ایگیتو جلب کردی. نکنی با خودت فکر کردی اوضاع همینطوری میمونه و کسی بهت شک نمیکنه. فکر کردی ازت حساب نمیگیره و چیزی ازت نمیپرسه که چرا به خاطر اجلال زندگی تو به خطر انداختی؟ برا مهم نیست اجلال. اصلا برا مهم نیست، فهمیدی؟ اگه اتفاقی برات میافتاد چی؟ تو، فقط تو برا مهمی اجلال، نه چیز دیگه ای. من اینجا میگی. من جواب تو میدم. ببین اجلال، حتی جواب به خطر انداختن جونم هم بهت میدم، اما از ایگیتم حساب بگیر. ما اقرار خودمونو دادیم. اون تو چه خبر بود؟ ببینم اون یارو رو دستگیر کردن و همه چی تموم شد. از ایگیت بپرس کیا انتخاب میکرد. ماشینمون از پارکینگ بیرون آوردن، بهتر اینجا وای نستیم. بیا یه زنگم به خونه میزنیم و میریم. دخترم، دخترم، حالت خوبه عزیزم؟ باشه باشه دخترم، خدا رو شکر، خدا رو هزار بار شکر. من حالم خوبه، راست میگم. نه ترسی، لماز باشه، چند دقیقه باید حرکت میکنیم. نگران نباش، میبوسمی. خدا رو هزار بار شکر. سب کن اجلال، سب کن دخترم، میخوام گوشی رو به مرد بدم، اونم خیلی نگرانت بود. مرد پسرم بیا، مامانت زنگ زده. مرد، نمیدونم کجا غیبش زد. ها باش باش عزیزم، خدا رو شکر که حالتون خوبه. باش عزیزم، باش. زود باشین بچه ها، بریم اونجا تا بخوریم، مطمئنم خیلی بهمون خوش میگذره. تو مامانم نیاد من بازی نمیکنم. چرا انقدر اصرار میکنی؟ من و مرد نمیخوایم بازی کنی. میبینی اوضاع اصلا خوب نیست. آره میبینم. ای کاش منم مامان میداشتم و دلم براش تنگ میشد. ببین نازلی، زنموی من مامانت دیگه، شاید اونم یه روز منو ول کنه. چند بار این کارو کرده، همین که میگم صاحب مامان شدم، مامانم از دست میدم. یعنی چی؟ خیلی خوب بچه ها، برین آماده شین، هممون با هم میریم تفریح. چطوره؟ زود باشین بچه ها، خیلی اینجا موندیم، بس دیگه، الان دیگه وقتشه بریم خونه. وای 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 وای. سادات؟ آره سادات، ساداتی که چند روز گوشیشو جواب نمیدی یا اصلا برات مهمم نیست. وای، یعنی این که عقلت اومده به سرت؟ امین؟ نه بابا، پس اسم قهرمانمون امینه. یارو اون دماغ تو. قهرمان یعنی چی؟ به نظر من چیز خوبی نیست. نادونا، این چه کاریه جلوی بچه ها میکنین؟ بسته دیگه. نادونم چیز خوبی نیست. آره. یامور بیا اینجا، کارت دارم. هی سیب زمینی، چرا دستشو میگیری؟ امین به نظر من تو دخالت نکن. به نفته که حرفشو گوش کنین، دخالت نکن. اوه چقدر ترسیده. شاید الان بترسی. نه شما جلوی بچه ها چی کار میکنین؟ فکر کردی با این چاقو منو میترسونی؟ امین شوخی نمیکنه، خیلی هم جدیه، خواهش میکنم. قیافشو نگاه، این معلوم نیست چه موجودیه. یامور تو بچه ها رو بگیر از اینجا برو. امین، همینقدر که دخالت کردی کافیه، بچه ها رو بگیر و از اینجا برو، من پیش دوستم میمونم. موفق باشی یامور. داداش جون خوش بگذره. خیلی خب دیگه، بزن بچک، خوش اومدی. زود باشیم بریم. این دیگه چه کاری بود؟ تو میخوای چی کار کنی؟ اصلا باورم نمیشه یامور، تو خودت بهتر میدونی. چیو باور نمیکنی ها؟ چیو؟ تو واسه نجات دادن جونمون احمق دستمو گرفتی، مگه نه؟
دختر زهره ترک شدم. تو خوبی؟ من خوبم، نگران نباش. دخترم، دختر یکی دونم. اجلال، گردن تو چی شده؟ خوبم مامان، خوبم. زود باش بریم تو. نریم خونی، بیا بریم تو. بیا. اوه، چشمای من روشن. خدایا شکرت. خوش اومدی دخترم. دخترم این چه مسئله یه؟ به خدا تا صبح مردیم و زنده شدیم. بیا واسه چایی درست کنم. من برم یه دوش بگیرم. آره یه دوش بگیر، راحت چی؟ آه پسرم، آه کدوم احمقی دخترمونو دزدیده بود تیار؟ نمیدونم اون لعنتی ها چی میخواد. حتما صدقه چیزی داده بودی. خدا رو شکر. ببینم تو خوبی؟ من خوبم. چی شده ها؟ الان دیگه نور اومده، همه چی خوبه. نمیدونم امین، یکم آخه یه جورایی هستی. به نظرت عصبانی نیستی؟ من چرا به خاطر اون عصب ما خورد کنم؟ اون اصلا کیه؟ یه آدم بی‌شرفه، چرا من در موردش فکر کنم؟ اون کیه؟ نه راستش من چیزه. خب چیزه، من الان چای درست میکنم. چای؟ تو هم سوالای عجیب غریب میپرسی، اعصاب واسم نمیذاری. ببین آب جوش اومده. داره جوش میاد. میبینم پول داداشت حسابی به اتساخته و تغییر کردی ها؟ این که ما کی هستیم و همه رو فراموش کردی. ببین چند سالی که من با تو هم یامور. من به خاطر تو چند سال از سر کارم تا خونه پیاده میومدم. من همه یه وقتم رو صرف تو کردم یامور. دختر من تو رو بهتر از خودت میشناسم، میفهمی؟ فقط به خاطر اینکه اون احمق دعوا نکنه دستمو گرفتی؟ بگو که اشتباه میکنم، بگو. تو چرا با من اینطوری حرف میزنی؟ احمق، ببینم فکر کردی من دوست دوران سربازیتم؟ گوساله. آروم آروم آروم، این قیافشو ببین، این جسارتشو نگاه. با پول دارا بودی حسابی تغییر کردی، چشمم روشن. خوب گوش کن که چی میگم، مواظب حرف زدنت باش سادات. نه نه، من تو رو شناختم. قصر داداش تو رو عوض کرده. حسابی به اون خونه عادت کردی مگه نه؟ چه زود تغییر کردی. چند روز بعد ریخت و قیافتم تغییر میکنه. سعادت بیچاره تنهایی کوچه‌های این شهر رو بگرده، یا مرجونم از زندگیش لذت ببره. هرچند بچه پول دارم که پیدا کردی مگه نه؟ منو ببین، درست حرف بزن. اونی که تو بهش میگی پول دار، برای داداشم با 10,000 کار میکنه. خفه شو بابا. باورم نمیشه یامور، باورم نمیشه. موهامو ول کن وگرنه نشونت میدم. چی کار میکنی؟ میخوای چی کار کنی؟ میری به داداشت میگی؟ یا همه قضیه رو میذاری کف دست پلیسا؟ سعادت، گفتم موهامو ول کن. شوخی میکنیم همینطوری. ببینم به چی نگاه میکنی. بیشون به من نگاه کن دختر، دیگه تکرار نمی کنم. اگه یه بار دیگه اون پسر رو ببینم دیگه به هم زنگ نزنی. فهمیدی چی گفتم؟ وگرنه سعادت این موهای قشنگ تو از بیخ برات میکنه، یا که سرتو میبره و میذاره روی سینت.
جون، بابا جونم چجوری نجاته داد؟ بگو دیگه. انتخاب خیلی مهمیه یگیت. به یکیش زندگی میبخشی، به یکی دیگه مرگ. کیو انتخاب میکنی؟ کیو انتخاب میکنی؟ پسرم اجازه بده مامانت یکم راحت باشه، بره لباسش عوض کنه و یکم استراحت کنه. بابات راست میگه، بذار مامانت بره یه دوش بگیره. باشه پسرم. مامان جون خیلی ترسیدی؟ نترسیدم پسرم، بعد اینکه بابات اومد دیگه نترسیدم. یالا پسرم، یالا یالا، برو دوستت تو باغچه منتظرته. یالا. باشه بابا جون. اجلال منم بیا. نه مامان جون، من خودم میرم. خب ایگی، تعریف کن ببینم کی و چرا این کارو کرده. الان وقتشه، فکر کنم سوال خوبیه. بگو ایگی، خطر گذشته یا نه؟ انتخاب آسونی نیست نه؟ یکیش مادر بچته، اون یکیش هم صاحب قلبت، عشقته. انتخاب سختیه. سمت اونی که دستتو دراز کنی زنده میمونه و اون یکی میمیره.